11 سپتامبر 2009 سناتور چاک هیگل در همین استودیوی صدای آمریکا مهمان من بود. با ایشون در رابطه با طیفی از مسائل مرتبط با ایران صحبت کردم. نظر ایشون رو که در اولین سفر خارجی مهم براک اوباما به خاورمیانه با چاک هیگل سفر کرده بود درباره اینکه گزینه نظامی چه موقع در برابر ایران استفاده خواهد شد بشنویم و این توضیح بدم که این مصاحبه با صدای ترجمه همزمان همکارم مهناز صمیمی انجام گرفت. من فکر نمی کنم پرزیدنت اوباما در تفکرات راهبردی خود مسئله گزینه نظامی علیه ایران رو در نظر داشته باشد. من فکر می کنم اونچه که ما باید انجام بدهیم و به باور من پرزیدنت اوباما نیز اون رو درست می پندارد این است که بررسی کنیم که چطور می توان گام ها یا پله های گوناگون تلاش برای نزدیک شدن به ایران و رابطه برقرار کردن با ایران رو بررسی کرد تا اینکه نهایتاً به گزینه نظامی که همواره هست و در واقع رفتن به سراغ اون دیر نمیشه به هر حال بروند. و البته اگر قرار باشه که گزینه نظامی اعمال بشه مطمئناً برای آسیا و آسیای مرکزی و اصولاً برای همه دنیا عواقب بسیار بدی به بار خواهد آورد و در عین حال ما ایران رو که در حال تلاش برای به دست آوردن ظرفیت‌های هسته‌ای هست می‌بینیم که چین، هند و روسیه رو در کنار خودش داره و به این ترتیب اگر قرار باشه که اعمال بشه گزینه نظامی مطمئناً این میتونه بسیار خطرناک باشه و شرایط خطرناکی رو به بار بیاره. بنابراین به نظر من گزینه نظامی باید به دنبال تلاش برای به دنبال شکست تلاش در راه‌های دیگر اعمال شود. رهبران ایران باید متوجه این باشند که بازی بسیار خطرناکی رو در پیش گرفته اند و خطرات بسیاری در راه است و مطرح است و من فکر میکنم اگر ما به یکدیگر یک مقداری جا بدهیم و اجازه پیش رفتن بدهیم راحتر میتوانیم پیش برویم. مطمئناً ایران حق این رو دارد که برخوردار باشد از قابلیت‌های هسته‌ای و البته در چارچوب قوانین و موازین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید رعایت بکند این موارد رو و پیش برود در فعالیت‌های هسته‌ایش. اما به هر حال اون چه که اکنون ایران شروع کرده است و ادامه پیدا می‌کنه بسیار خطرناکه و ممکنه که تمامی گزینه‌ها رو به طور فعال پیش بکشه به شکلی که من در همین مقاله خودم بهش اشاره کردم. این است که خیلی راحت است آغاز کردن جنگ اما دشوار است تداوم آن و بسیار دشوار است خاتمه آن. من میدونم که در ایران ناآرامی هایی وجود دارد و ایرانیان به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با شرایطی دشوار روبرو هستند، اما با این حال مقام های جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران و همچنین در مورد این مسئله در قبال دنیا مسئولیت هایی دارند، وظایفی دارند و برای من خیلی تعجب آور هست که برخورد و واکنشی مثبت تر نشان ندادند از خود و طبعاً قدرت‌های با ثبات به تعامل می‌پردازند نه غیر از آن. من می‌دانم که تاریخ غنی دارد ایران، مردم ایران مردمی مغرور هستند به تاریخ خود، می‌بالند به تاریخ خود، باید هم افتخار کنند به آن. اما در این حال می‌دانم که مقام‌های جمهوری اسلامی نیز مسئولیت‌ها و وظایفی دارند که باید آنها را نیز مد نظر داشته باشند. No, it has not changed. خیر، دیدگاه من رو تغییر نداده و من فکر می‌کنم که تعامل کردن با مردم ایران به شکل خاصی مهمه، بسیار مهمه. حدود 70 میلیون نفر در ایران زندگی می‌کنند. به لحاظ مردم شناسی وقتی بررسی کنیم می‌بینیم که اکثر اونها زیر 30 سال دارند. ما باید همچنان تلاش کنیم برای تعامل و رابطه برقرار کردن با مردم ایران و ما همچنان باید ادامه بدهیم به این که تلاش کنیم مردم ایران بفهمند که ایالات متحده میخواهد ثبات و امنیت رو در دو سوی قضیه ببیند، میخواهد با ایرانیان رابطه برقرار کند، میخواهد روابطی مسالمت‌آمیز با ایران داشته باشد. من دو سال پیش به این مسئله
اشاره کردم که به هر حال ایران جمهوری اسلامی باید در واقع حسنیت نشان دهد و در این حال آمریکا نیز باید حسنیت نشان دهد. فرض بفرمایید ایجاد کنسولگری ایالات متحده در تهران یا پروازهای مستقیم، فعال شدن پروازهای مستقیم بین ایران و آمریکا و همینطور توافقنامه‌های امنیتی. اگر ایرانی‌ها نگران امنیت خود هستند، بنابراین همه این مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرد در مذاکره. ولی اگر قرار باشه شما اصلا این موقعیت رو نداشته باشید یا فرصت رو نیابید که سر یک میز بنشینید برای مذاکره و مسائل مختلف رو بررسی بکنید، از جمله مسئله برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای رو و مسائل دیگر رو، چطور می‌شود اصولا در این زمینه پیش رفت یا در این راستا گام برداشت که به حل مشکل بپردازیم؟ به هر حال باید این نوع حسن نیت نشان داده شود و من فکر می‌کنم که ایالات متحده همچنان باید تلاش بکند برای تعامل با مردم ایران و البته بر مردم ایران است که تصمیم بگیرند چه چیزی برای آینده کشورشان می‌خواهند و این مسئله هست که ایالات متحده باید به اون احترام بگذارد. اما در عین حال آموزش دادن، مطلع کردن و تعامل برقرار کردن، مطمئنا اینها مهمترین سه عنصری هستند که برای آینده جهان مطرحند.